سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت زیبای دیگه از بازی زلدا تیرز آف کینگدم که قسمت قبلی واقعا قسمت خاصی بود چون رفتیم و یه وسیله جدیدی پیدا کردیم و گلاید زدیم، از اون بالا پرواز کردیم، اومدیم پایین، خیلی کیف کردیم. ولی خب حالا دیگه هر سه قدرتمون رو داریم، یه دونه اسنده که میتونیم از زیر دیوارا بریم بالا، خیلی باحاله. مثلا واقعا جالبه، مثلا حتی اینم فکر کنم بتونیم بریم. بس بذاریم چی میشه. جدی جدی آجی تو بالاش اومدیم؟ نه چرا برگشتی پایین؟ خیلی چیز تمیزیه، یعنی عملا اینو به این گندگی میریم بالا بعد لود میشه. و واقعا میخواستم الان اینو بهتون بگم، لودینگای بازی نسبت به چیزی که داره روش اجرا میشه، این انگار داره از روی هارد اجرا میشه، تقریبا 20 ثانیه است، مثلا 15 ثانیه است. یه دنیای به این بزرگی رو در 20 ثانیه 15 ثانیه همون اولش لود میکنه تموم، و خیلی واقعا خوب. البته خب وارد جای مختلف پای میشیم، لودینگای 10 ثانیه‌ای داره، ولی واقعا خوب بود تا اینجای کار لودینگش هم. حالا دیگه قسمت قبلی یادتون باشه قدرتامون تکمیل شد، میخوایم بریم توی معبد زمان، Temple of Time. احتمالاً الان با این قدرتایی که به دست آوردیم باید وارد اینجا رو بریم جلو. بله، اولین کوست بازیمون رو تمام کردیم، درب بسته. اوه یه قطره داریم اینجا. تو بده به من، یعنی زلدا بچه ها یه جورایی یه الهه محسوب میشه، هم یه دختر هم الهه هست. قطره فکر کنم یه قدرت جدید بهمون داد. دقیقا مثل یه قدرت عمل کرد وقتی بهمون اضافه شد. ریکال قدرت جدید بهمون داد، این میتونه حرکت اجسام رو برعکس کنه، البته بر اساس زمانشون. حالا میفهمین یعنی چی؟ ریکال رو به دست آوردی، ابیلیتی که به تو اجازه میده حرکت اجسام رو در زمان برعکس کنی، نه کلا، یعنی یه چیز اگه داشته میرفته به این ور برعکسش کنی. و خب مثل که زلدا هم غیب شد دوباره. دقیقا چی اینجا دیدیم؟ یه رازی بود که حتی برای منم عجیب بود، شاید یه جورایی یه بازتاب و تنینی بود از اون، یک جور بازتاب از وجودش. خب حالا که این ابیلیتی به تو داده شده، بدون شک اهمیت یک چیزی رو مشخص میکنه. Find Princess Zelda، شاه دخ زلدا رو پیدا کن.
زمین میتونیم روی اینا بپریم فکر کنم ریکالو بذار داشته باشم. این برعکس میشه. حالا برو بالا. خب مجسمش که اینجاست. پری این تو شماره یکش هم بود بکنم جونمون رو افزایش میده. این مجسمه اله هست که دارد به تو لبخند میزند. اتفاق نمیفته؟ یادم تو نسخه ازش این کارو میکردیم به ماکسیموم هلتمون افزایش پیدا میکردم. پوش وای در جونمون کم میشه. آها خوشم اومد از این کارش. میدونی چی کار میکنه؟ میگه این در در برابر جون تو بسیار قوی تره، تو باید جونت افزایش بده کنه. میبینم که توی یه سری از ویژگیات هنوز ضعیف هستی و به اندازه کافی قوی نیستی که میخوای بازش کنیم، ولی هنوز یه معبد دیگه هست توی این جزیره که اونجا میتونی یه مرحمت دیگر رو دریافت کنی. اگه اون مرحمت رو به بقیه لطفایی که به تو شده اضافه کنی، تو میتونی همه رو بیاری به این گادسه بدی. اون نورایی که به دست میاریم، ما یه سری نورایی به هر وقت که از این شراینا رو میزنیم به دست میاریم، اونا رو بدیم به این، احتمالاً جونمون رو افزایش میده. آره میتونی راحت به جلو پیدا کنی. بذار ببینم اون پروپلت رو ببینم. سویچ تو میگی یعنی بده. الان هم جاشو به اون نشون بده. اوه فست ترابل بهش اضافه شده. قربان هم داشت البته. آره میگه پروپت به شما اجازه میده که سریع فست ترابل کنید دیگه. خب تو الان داری یه سری آیکون آبی رنگ روی نقشت میبینی، میتونی بلا فاصله به هر کدوم از اونایی که دلت بخواد سفر کنی. من پیشنهاد میکنم که برو به اونی که پایین صفحه است. اونا شراینه اونجاست، حالا باید بریم اونجا. خب چی رو میزدیم؟ استارت یا این بود؟ خب میام روی مپمون. به اینجا دونه آبیه، اینجا دوتا کوراکسید افتاده رو زمین مسکه. ببین مپه یه باده جزئیاتش بیشتر شده، نمیدونم قضیهش چیه. حالا میخوام بریم اینجا ترابل ای. ببین الان لودینگش رو ببینید. اینو این دفعه نمیزنم، ادیتش نمی کنم. ببینید لودینگش تقریبا میشه گفت خوب خداییش برای یه بازی به این بزرگی رو سویش. میشد تموم شد. اسکای آیلند. خب اومدیم دوباره به همون غار اولیه. خب بکنم ما باید بریم به سمت بیرون این معبد. نمیدونم واقعا. الان ما اینجا میتونه اسند بزنیم؟ آره بزن بریم بیرون اصلا از اینجا. چه جالب. دقیقا از زیر زمین هم میتونیم بزنیم. آی امروز کباب بوغلم رو میخواییم درست کنیم. وایسا بینم این بعد کار عجیبی روش انجام بدیم. وایسا یه چیزی باید بهش بزنیم دیگه، مجبورم اون کرده دیگه، یخ بهش بزنیم باید. حالا که یخ شد اه مرد با یه دونه یخ. اوه این چی داد بهمون؟ آیسی میت. چه جالب، چون بهش یخ زدم گوشتش هم یخی شد. چه اتفاقایی داره میفته؟ آیسی میت. از این وینگا بهمون داد.
وای خوب بود این حرکته، وای ببینم. بابا حالا بذار بدون آیسش چیه را میت. یه دونه هم داد اون دفعه، دوتا داد. ساعت رو نگاه کن، ما هنوز بالای جزیره اولی. ما دقت کنیم بچه ها، این بازی فقط اینجا نیست، اون پایین یه دنیاییه برای خودش. خیلی هیجان انگیزه واقعا. خب بذار بریم. به سمت اون چیزی که تو مپمون نشون میده یه بار دیگه، من نمیخوام بکشم. ندارم چی. اینجا یه چیزیه، خب من نمیبینمش. این از زیر زمین باید بریم. اینجا از این چیزایی که میتونیم بپریمه. پشتش هم دره معبدیه. Room of Awakening، اتاق از خواب بیدار شدن. پس توی این اتاقی که بیدار شدیم یه دونه معبد بوده، نهیده بودیمش. چه سوتی داده بودیم، پشت سرمون نگاه نکرده بودیم. قدرت بعدی هنو هیچ نشید، دوتا قدرت گرفتیم توی این قسمه. این بار چی میخواد به اون بده؟ اینو دیگه واقعا نمیدونم. قدرت عقب بردن زمان. ما قدرت رو از زلدا گرفتیم ولی هنوز نیومدیم اون نورش رو دریافت کنیم. باید بریم این معبد رو رد کنیم که بعد بتونیم این کار رو انجام بدیم. میزنیمش رو این. زمان به عقب برمیگرده. بله. ببین بعد جالبش اینه که حتی این حالت هم که اتفاق افتاده حتی این اتفاقه رو هم حساب بکنه. جالبش اینه. خب بذار بیاد یه بار دیگه. حالا برو. ببین الان پایین افتادنش هم حساب بشه. واقعا ایده جالبی بوده، ایده واقعا زیبا بوده و اجرا سخت. این که دیگه تابلوه دیگه. واقعا زیباست. ده تا ارو خوبه، ارو بده خوبه. عقربه های ساعت. برگردید پایین. اینا فکر کنم باید یکی بشن. دقیقا. این ببین حالا دقیقا نگاه کن اتفاقی که داره میفته چیه. اون داره اینوری میچرخه، این داره اونوری میچرخه. وقتی رو هم میان در باز میشه. ما نیاز داریم که اینا وقتی رو همن بزنیم جفتشون توی جهت بچرخن که در برای ما باز بمونه. هوشمندانه بود، هوشمندانه بود. خوش آمد. و الان آخرین گوی نورانی رو هم به دست میاریم. بله دیگه اینا همیشه یه حرف تکراری میزنه دیگه. و آخرش این لایت آف بلسینگ رو بهمون میده. شد چهارتا. حالا باید برگردیم دوباره به معبد زمان پیش اون زنه. ببین سرعت حرکت آفتاب، ببین سایه هایی دارن میرن. هر چقدر زور بزن نمیتونم به سرعت حرکت آفتاب برسن. این ابرایی که دارن تکون بخورن، سرعت زمانش یکم سریه. خب دیگه حالا دوباره بستی از این کارا بکنیم. حق
بزنیم بره بالا. حالا دیگه آماده است که چیزا رو بذاریم داخلش. خب حالا تو تونستی تمام شراین های اینجا رو به دست بیاری و لایت آف بلسینگ هاشون رو به دست بیاری. در ازای هر 4 تا لایت آف بلسینگ من یه قدرت به تو میدم. حالا دیگه جون بیشتر بهمون میده. بله الان جونمون یه دونه میره بالا. هارت کانتینر ساک اون که اولش 10-20 داشت چقدر رفته از ما جمع کرده. حالا دیگه این جونمون جواب میده براش. دقیقاً 4 تا. ولی خب جونمون صفر شد اینجوری. حالا به کجا باز میشه؟ آه خوب به که میبینم اومدی اینجا. بالاخره تونستی بس در رو باز کنی. البته هنوز حالت به طور کامل خوب نشده. بله درست میشه. دیگه خب آخه وضعیت خیلی خراب بود. عملا نمیشد نجاتت داد. با رفتن به اون شراین ها و به دست آوردن اون مرحمتشون تو بسیار از اون آلودگی تو وجود رفته بود رو از بین بردی. بله خب دیگه زمان اگرچه زمانمون با هم دیگه خیلی کوتاه بوده ولی خیلی خوشحالم که بالاخره همدیگه رو دیدیم. پس اون منتظر ما بوده رارو. تو همون چیزی هستی که زلدا گفته بود. من هر کاری از دستم برمی اومده بود برای اون انجام دادم. حالا به تو بستگی داره. ایوا یه مرحله آموزشی 3-4 ساعته داشتیم. حالا باید بریم پرنسس زلدا رو پیدا کنیم توی مهارت بعدیمون. آیا اینجا جسمی هست که زمان برگردونمش؟ خب من یه قدرت رو یادم رفته بود. یه 2 دقیقه فکر خدایا چی کار باید بکنیم؟ بله چون خیلی قدرت متفاوت بده. تو هیچ بازی دیگه یه آدم به همچین چیزی فکر نمی کنه. خیلی از کارامون راحت کرده این هسته. حالا دوباره برم پایین اینجوری. اون ابرا چرا شبیه کله یه آدمیه؟ اوه یه نور دیگه؟ به دست ما داره واکنششون میده. ماستر سورد. ماستر سوردی که عده شکسته. زمانش رو برمیگردنه به عقب.
اومد اینجا پیش زلدا. زلدا کجاست؟ اجدهای اجرای به اوروبوروس، همون چیزی که نماد زمانه مربوط میشه، این میچرخه و دم به خودشو میخوره، چرخه زمان. ابرا به کنار میرن، تو باید منو پیدا کنی. خب بسر برو به سمت پادشاهی هایرول. وای بچه ها، یه لحظه پرش تاریخی دوم، الان پرش تاریخی دوم داریم. بپرم پایین آب هست، حالا بپرم پایین نرم به چیز دیگه ای. ببینید چقدر بزرگه، همه اینایی که اون زیر میبینیم رو میتونیم بریم. برو آره نگه داریم سریع تر میره. بدون هیچ لودینگی، اینه قدرت نینتندو، بدون هیچ لودینگی مپ به این گندگی رو گذاشت در اختیارمون. ما الان از اون بالای اومدیم. حالا تازه زلدا شروع میشه، تازه بازی شروع شد. Hyrule Kingdom. چه وسیع. ببینم کجاش اومدیم پایین. سنگ و بردار بنداز اون بر. حالا برو دیگه بگرد ببین میخوای چیکار کنی. ببین الان مپمون خاموشه عملا. خب اولین جایی که جلومونه اینجاست، بریم به سمتش. این اسکولا هم اینجا هستن، داره گولا رو بو میکنه، کیف میکنه. این گوله افتتاحش کنم با تو. نه اینو بهش نزن، اینو بهش نزن. اوه چقدر سیب داشتی، من داره سیب جمع کنه. باک بولین هورن، اینا برای ساخت اکسیر استفاده میشه. خب اینجا چیزای ساخت و سازه مست که دقیقا. هایرول رستوریشن متریال، اینا لوازمی که برای بازسازی هایرول، از این متریال ها استفاده کنید برای ساخت و سازهاتون، و هر وقت دوست داشتید میتونید بیاید خونه، حتی میتونید خونه چیزتون هم بسازید، خونه رویایتون هم بسازید. یعنی چی خونه رویایتون بسازید؟ این چیه؟ اینا کارش نمی‌کنیم. وا من الان یعنی میتونم یه ماشین درست کنم، حتی این بعد اسب داشته باشیم که بتونیم کار خاصی باهاش بکنیم، چرخ بندازیم زیرش این حرفا. بریم بس ببینیم چه خبره. وا گوراز بودا بودا مال کاره.
ببین هایرول کسل چی شده؟ مثلا یه گردبادی اونجا هست، یه مشتی خونه های توی اون دوردست های گردباده هست. ببین یه دونه ساخت و سازه دیگه. نچه هایرول هرب میگه اینا یه سری گیاه های دارویی هستن که از دوران های کهن همینجوری موندن، اونا رو قبل از اینکه بخوریشون بپس تا جون بیشتری بهت بدم. این دفعه بزرگه محیطش خیلی بیشتر به چشم میاد چون درختاش کمتر شده، وسیع به نظر میرسه. اینا رو فعلا باهاشون کاری ندارم، بذارید بریم جلو یه بده قابلیتمون ابزارش پیدا کنه، بعد میایم با اینا هم بر صحبت بکنیم. بعد میزدیم که حالا میخواییم بریم آشپزی کنیم. ببین یه معبد هم اونجاست، یعنی یه قدرت دیگه مونده. جالبه، حتی همه معبد ها قدرت نمیدن. آه اون گنده ها رو ببین، این هم جاده. من چون هنوز بهم دستگاهی نده که بتونم کنترل کنم اینا، برای همین خیلی دنبال ساخت وسایل نقلیه نیستم تا زمانی که دستگاهی بهم بده که بتونم جهت بهش بدم. این چیز خوبیه. آه ببین این سنگا که میاد پایین، الان بزنم میتونم برم تو آسمونا دوباره با ریوایند. اینا آب بهم میده، آب دارم. اینجا آشناست برام، من برت آف دی وایلد بخوام تا اینجا شونده بودم که یه دونه چیز بود، یه دونه همین تلسکوپ بود. این موسیقی این مکانه داره میاد. لوک اوت لندینگ. پوز؟ این چی؟ آه دعا بکنیم؟ او اینجا رو ببین، چقدر این چیزا؟ صبر کن ببینم داره چی کار میکنی؟ ای بابا ای پسر جون، جوشا به اون چیزا برای تحقیقاتی که توی غار انجام میده نیاز داره، دست بدون اجازه نباید دست بزنه به چیزاش. آه وگرنه میندازم توی دردسر بزرگ اگه از این کارهای بد بد بکنی. آی آی تو کجا بودی؟ داره بابی سیم صحبت میکنه فکر کنم. رابی رئیس ساخت پوراپد، این پدی که من پیدا کردم مثل نینتندو سویچه، این رئیس ساختشونه. آه چی شده؟ جواب اونو نده، بعدا با هم صحبت کن. فعلا تو باید عجله کنی و بری با پورا صحبت کنی. پورا هم مثل که وجود داره، یک کسی مثل پورا. آره اون این اواخر خیلی گیج میزنه و از وقتی که پرنسس خانم ناپدید شده، اون الان توی ساختمونیه که یه تلسکوپ بالاش داره توی طبقه دوم. برو اونو ببین و بهش بگو که تا یکم آرامش روح بده کنه. میری این کارو براش بکنی؟ آره چند دقیقه بده سک کن ببینم چیکار میکنی؟ ادوار خواهد تکرار کنه اینا رو. اون دیگه نمیخوام. خب این مسئول ساخت این چیزه هست، پوراپده هست. ببین چه دمون دستگاه اینجاست. اینا رو بکنم میتونیم بعدا یه کارهایی باش بکنیم، مشعل و چه میدونم بالون و اینجور چیزا بسازیم. خب هیچ سر جلوتر نمیرم، همیشه بر اساس اون چیزی که خودش میگه انجام میدم. گفت برو اون ساختمون که یه دونه چیز بالاشه، یه دونه از این تلسکوپ بالاشه، طبقه دومش. اینجور بریم طبقه دومش از اون بر. ولی
چه باحال شده این قصر رفت تو آسمون. این کیه؟ این جوشا، جوشا هم دختر است که داشتیم دست دواز بهش میزدیم. سب کن ببینم اون موها، اون چشا. داکی دکتر پورا چی شد؟ دکتر پورا این همون شمشیر زنه است، شمشیر زنه برگشته. کجاست پورا؟ بکنم همونه که تو نسخه اولش هم بود. آره خیلی خوب. خب کجا بودی؟ لینکی، لینکی کوچولو، تو که روح نیستی ها؟ سب کن ببینم. That looks interesting. اون جالب به نظر میرسه. اینو من ندیدم تو نسخه اولش. شاید جلوتر بوده. One step at a time. آره بذار قدم قدم بریم جلو ببینیم چی به چیه. What exactly happened? دقیقاً چه اتفاقی افتاده برام بگو. پورا رئیس این منطقه و سازنده فکر کنم این پدایی که ما داریم مثل نینتندو سویچه. خب پس وقتی تو پرنسس زلدا رفته بودید زیر قصر هایرول، شما یه مومیایی عجیب غریب پیدا کردید که ناگهان زنده شد دوباره. بعدش زلدا افتاد داخل یه شکافی و ناپدید شد. پس احتمالا همون موقعی بوده که قصر رفته تو آسمونا و این خرابا ریختن پایین. بعدش جلوتر تو داخل یه دونه از این جزیره های آسمانی تو اون بالا بیدار شدی. اونجا یه پوراپد به دست آوردی از یه موجود عجیب غریب و یاد گرفتی که دست جدید دست یا فرد به اسم رارو. همونجا بود که شمشیر مستر سورد ناپدید شد. بعدش یه دفعه صدای پرنسس رو شنیدی که باید بری برسونی خودتو به اینجا. اوکی از یه خلاصه از اتفاقی که افتاده بهمون گفت. What? چی؟ What? یعنی داره میگه که تو از اون بالا اومدی، از اون بالا. این آقای رارو که گفتی باش ملاقات کردی، فکر کنم این همون اولین شاه هایرول باشه. دقیقا بگو ببینم اینا یعنی همونن، یعنی به نظرت؟ چون خیلی چیزا با عقل جور دارم این حرف رو که داری میزنی. ولی خب من مطمئنم که اون مومیایی که پیدا کردی زیر قصر احتمالا یه ربطی به این آپ هیول داره، یعنی همین که اینجور قصر اینجور از زمین کنده شده. اینا که قرمز میگه یه سری مثلا نکاتیه که مثلا در حین بازی زیاد استفاده میشه. آب هیول و این حرفا. میگه همین قصری که رفته تو آسمون، خرابایی که دارن میریزن پایین، به این اتفاقی که قصر تو هوا و خرابا میریزن پایین میگن آب هیول. و اون مومیایی هم باید احتمالاً یه ربطی به این قضیه داشته باشه. ولی به هر حال مهمترین جزئیاتی که اینجا وجود داره اینه که تو صدای پرنسس رو شنیدی که با تو صحبت کرد، درسته؟ و اون به تو گفت که یه پیغام روشن داد که پیداش کنی. اگه این درست باشه پس و اون پرنسس باشه، بس یعنی اون زنده است هنوز. شاید زیر اون قصر گیر افتاده باشه و به کمک نیاز داشته باشه. خب حل دیگه فهمیدیم چیه. من میدونم که تو تازه برگشتی لینک، ولی من نیاز دارم که تو بری با گروه ما در بالای هایرول کسل یه دیداره بکنی. اونا داشتن سخت کوشانه اونجا رو میگشتن که شما دوتا رو پیدا کنن. کاپتانی که مسئول این گروه تجسس بوده اسمش هازه و باش کار کن. اون بهت کمک کنه که پرنسس رو پیدا کنی سریعتر. میدونم که مومیایی ممکنه هنوز اون پایین ماینه برای خودش بچرخه، برای همینم نگران کننده است. و حداقل چیزی که میتونم بگم اینه که ما بایستی سریع‌تر برای این موضوع رو حل کنیم و باش روبرو بشیم. رو حساب میکنم لینکی کوچولو. خب پورا
خب فکر کنم این پورای توی نسخه اولش دیدمش چه جورایی، چون داستانش الان اینجا نوشته بالاترین مقام در زمینه بررسی تکنولوژی های کهنه. اون برای سالهای بسیار طولانی به پرنسس زلدا خدمت میکره و توی تحقیقات زلدا برای این تمدن زونای هم بهش کمک میکره. این اواخر هم داشتن روی اون دود سیاهی که رو زمین پخش شده بوده کار میکردن و خودش هم رفته اونو رو خودش تستش کرده، نمیدونم چرا همچین کاری کرده. و خب این که میبینید قیافش انقدر جوونه اینه که این تونسته یک رای پیدا بکنه که عمر خودش رو برعکس کنه و یه جورایی مثل یه بچه شده. تو نسخه اولش بکنم کوچولو بود، الان اینجا بزرگتر شده مقدار و بیش از 100 سال چیز داره، عمر داره. خب بریم سمت هایرول کسل. بسر یعنی ببین آخر نسخه چیز، نسخه اول هایرول کسل آخر نسخه اول بود دیگه، الان اولش میریم سراغش. خیلی اتفاقای جالبی داره رخ میده. خب حالا دوستان باید سوال کنم این بالونه رو چجور باید داشت بندازیم. خب بگو ببینم این چیزای بالونی که از این چیزای بالونی که مثل برای سنگا رو داره میگه که از آسمان میریزن، اونا بهشون میگن زونای دیوایس. و خب ما چیزای زیاد هست که در ارتباط اونا نمیدونیم، ولی به رئیس من اعتماد کن، پورا اسمش پوراست، اون همه چیزایی که ما میدونیم و از اون میدونیم و اون همش کارهای به درد بخور برامون میکنه. اون باهوش‌ترین آدم هایروله و یه نابغه خلاقه. اینا رو نمیتونیم برداریم؟ خب من با اون دختر صحبت کردم، من میخوام اینا رو بردارم. دوباره میخوام بگی نه؟ نه میگه نه. اوکی بریم به سمت هایرول کسل. من سعی میکنم بچه ها با خطی که خودش میگه برم، چون اگه بخوایم پرت و پلا بریم چیز میشه، بازی از خط خارج میشه و نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم. اوکی مطمئن باشید همه کارا رو انجام بدیم تا جایی که چیزای جالب باشه. این که مثلا یه چیزی میبینم نمیرم سمتش به این معنی نیست که نمیبینم، به این معنی است که میخوام رو خطش بریم جلو که بازی از حالت خطی پیدا کنه در حالی که خطی نیست، چون برای کسی که داره واک ترو رو نگاه میکنه اونجوری جالب تر میشه. من تجربه بهم ثابت کرده اینو. مثلا اینجا میبینیم یه روستای، خب وای میسیم بریم چیه، سنترال سکوئر، میدان اصلی. یه دونه از این چیزا اینجاست، مثلا اینجا یه دونه معدن رو میبینیم اینو میریم مثلا میگه آره چیه قضیهش. کینونیس، درست میگم کینونیس شراین، از یه چیه؟ اوه من ترسوندیم. اینجا چی کار میکنی؟ میبینم که این چاه کنار قصر هایرون هم همین نزدیکی هست، خیلی خطرناکه میدونستی که؟ تمام چیزی که هم میدونم اینه که این شراین هم ممکنه خیلی خطرناک باشه، کلا همه چی خطرناکه. من که میگم بیشتر چیزهای دنیا خطرناکه این روزا و با این قضیه آپیول که اتفاق افتاده باید خیلی مراقب خودمون باشیم. گفتی چزم یا سوراخ کنار قصر، قضیهش چیه؟ آره واقعا در واقع چندین سوراخ اینجا وجود داره، میدونی قضیه چیه؟ اونها یه سری سوراخ‌های گنده رو زمینن که از وقتی که این قصر رفت تو آسمون اینا ظاهر شده. توی این منطقه یه دونش توی زیر قصر هایرول کسل، یه دونش هم در جنوب اون شهر است که ازش اومدیم. من شنیدم که بعضی از اعضای گروه تحقیقاتمون با هم دیگه یه گروه ساختن و رفتن اونجا و که تحقیق کنن، ولی آخرش اوضاع بد شده براشون. بهتره که اونجا نری. خوشحالم که من مجبور نیستم برم اونجا کار کنم. خب من میرم الانتشون، من تنم میخوره برای این کارا. برای ببینیم اینا هم قدرت میده، جالب میدونه باشه حقیقی قدرت دیگه به اون بده. خب این بار چی دارین؟ رارو میادش؟ کامبت ترینینگ، آموزش مبارزات. خب خوبه. خب اینا رو برداشتیم، بذار اینو داشته باشیم. واه
این شراین نیروهای کهن شرور رو میتونی توش نابود کنی. میگه از پرش سمت به اطراف استفاده کنی تا از حمله هاش دوری کنی. مثلا میخواد بهمون داج زدن رو یاد بده. چجوری؟ وقتی تارگت کردی بپر و جهت بده. خب مثلا اینو من نمیدونستم اینجوری. اینجوری یعنی ازشه؟ بزن بزنه. این چیه؟ یه از مسیرش بپر کنار بس صحنه آسته میشه. خب این حرکت جدید بود. بعد حمله به عقب. آره دکمه پایین رو باید نفع بگیریم. واه بسه چه خفن. ایک دیگه تو زمانه که صحنه آسته است بیرون بزنمش. همچنین میتونه اتک دشمن رو پری کنی با شیلتون دقیقا به موقع اگه بیارنش بالا. خوب ای بازنم دقیق. پسر من نمیدونستم چیزا رو داره. خب قدرتتو جمع کن و بعد ضربه رو بزن تا یه چارج اتک بزنی. دکمه رو نگه دار. عالی زدیم. عالی کار کردیم. خب حالا تو میتونی با این ویژگی‌ها تونست خوب یاد بگیری. خیلی جالب بود. من اصلا نمیدونستم میشه تو این پری کرد. چون میگم اصلا نسخه یکر خیلی جلو نرفته بودم. خب این خیلی بیس ارزشمندی بود. زونایت سورد. خب من جا نداریم. بعد خیلی حتی میگم توی دسته نداره. آره چرا یه دونه حالت نوره. توی این بازی خیلی دل به سلاح ها نبندی چون همه سلاح ها چیز دارن، دیورابیلیتی دارن و تموم میشن. خب هر قدم از اینا رو که برید یه دونه لایت آف بلسینگ باز بهتون میده که مثلا گفته بود هر چهارتاش که جمع کنی یه دونه جون بهمون میده. خوبه؟ خب هر کاری رفتم اومدم بیرون قدرت جدید دست آوردم. حالا میتونم کسی رو بخوام بزنم درست کار کنم. قشنگ بلد شدم الان. اینو بردا. اینجا نوشته است؟ بله چی نوشته؟ خب یه نامه از طرف کاپتان هوزه که به افرادش گفته پورا به ما گفته بعد بریم زیر قصر رو جستجو کنیم به دنبال ملکه یعنی پرنسس خانم زلدا. ولی مراقب باشید این دودسیه ها بهتون نخوره. واه چی ابهتی هم داره. تو کی هستی؟ لینک واقعا خویتی که از قصر اومدی بیرون قیافه رو. من واقعا خجالت میکشم که همتا اینجا وایسته بودم داشتم نگهبانی میدادم و اینجور چیزا ولی این که میبینم تو خیلی برام عجیبه. من ولی خب این اواخر خیلی جدی دارم تمریناتم رو انجام بدم که بهتر بشم توی مبارزات. کاپتان هوز نمیدونه که تو برگشتی. میدونه؟ آره؟ نه نمیدونه. بری تو تبش بگی برو بریم. این چیه؟ این قرمزه چیه؟ آب بزن ببینم. نمیشود. باید به اندازه باشد. ولی بساطی هم بود طراحی شاهی باید دقت کنم که از این اندازه بیرون نره قضیهش. خب این دره رو چجوری دور بزنیم؟ بپریم پایین. این گوشه رو با گذاشته دلیل داره. آره دیگه در رو با همین راحتی دور زدیم. خیلی سخت نمیخواد بگیری. ها کی اونجاست؟ منم. تو کی هستی؟ اینجا نمیتونی بری داخل. تو فقط نمیتونی سرت نوز پایین بری داخل. وای لینک توی؟ واقعا متاسفم نمیدونستم شما برگشتید. زودتر برو پیش رئیس. برو بریم. برو آخر همین مسیر وایساده. همه چیز زیر قصر سوخته. تو موسیقی هم داره میزنه. اینجاست مسکه.
چی؟ لینک؟ نه امکان نداره. من نمیتونم کسی اینجا اجازه بدم کسی اینجا رد شه. من لینکم. اینجا ممنوع است چون که داریم به دنبال پرنسس زلدا میگردیم. این دستور مستقیم کاپیتان هوز بوده. اگه اصرار کنیم که خواهی رد شی، باید از خود کاپیتان اجازه بگیری. اون بایستی توی اولین دروازه باشه. بالای همین جاده. ای بابا تو روه. یعنی چی؟ اینجا چرا من افتادم پایین؟ نمیتونم بزنم برم بالا، مشکل نره، ولی خب اینجا از این معما است. واسه آب. آله. الان از این کوراکسیدیا میپره بیرون. بعد یه قیافاش رو فرق میکنه. ها ها من رو پیدا کردی، یه کوراکسید دیگه. پنجمیش. حالا میتونیم از اینجا نه نه نه. شمشیر چرا انداختی؟ شمشیر رو بردارم. حالا حسن برو بریده. بپر بیرون. این زیره چیزی نیست بریم بالا ازش؟ نه باید این جاده رو بریم بالا. بعد ببینیم راه افزایش استامینا چیه. تو کی هستی؟ نخوانم تو. بله ببین چی پیدا کردیم. یه ذره یه دونه سپر جدید. درش کن بریم. اون که شگفت انگیزه. این بالا بایستن در لبه این پرتگاه و نگاه کردن به اون چزم چقدر وحشتناکه. کو به این میگن چزم، یک سوراخ عمیق. اینجا هم چیزای ساخت و ساز برام گوشته که باش فعالیت انجام بدیم. First Gate House. خب فرمانده کجاست؟ پورپل اسمش چینه؟ اصلا برام سوال، آیا اسلحه دست نخوره توی این دنیا باقی مونده؟ دارید اطفا چی صحبت میکنی؟ ببینم که آدم جدید اومده اینجا. از وقتی که آب هیوال اتفاق افتاده، تمام اسلحه ها، شمشیر ها، نیزه ها و همه اینجور چیزا شروع کردن به خراب شدن و از بین رفتن. من مکانهای زیادی رو به دنبال یه اسلحه‌ای گشتم که دست نخورده باشه، ولی هیچی پیدا نکردم. تا اینجا که اومدم فهمیدم که واقعا عجیبه که هیچ اسلحه‌ای دست نخورده باقی نمونده توی هایرول. همچنین یه مشکلی وجود داره که تعمیر کردنشون هم سخته. تنها راهی که میشه این کار کرد اینه که اونا رو تقویتشون کنیم. آره مثلا نگاه کن، اونو بنداز، اینو بردار. خب بعد مثلا اینو، مثلا ما یه نیزه داریم، اینو با این شمشیر ترکیبش کن. ببین شد 6، دمیجش میره بالاتر. آره مثبت 6 شد دمیجش. نگفتی فرمانده کجاست؟ بذاری باید سواق رو میدونه فرمانده کجاست. بگو ببینم اومدی بالا که با ما کمک کنی پرنسس زلدا رو پیدا کنیم؟ آره من و چند تا دیگه از بچه ها یه ایده داشتیم که بتونیم این پرنسس رو یه جوری پیداش کنیم. ما امیدوار بودیم این نفر بیاد بهمون کمک کنه، ولی کاپتان رفته اون بالای گیت هاوس و به نظر نمیسه به این راحتی بیاد به این زودی آید پایین. خیلی خوب فهمیدم. حالا دیگه بعد از این دوست عزیزمون استفاده کنیم. بفرم. فرمانده. کدوم یکی از اینا فرمانده است؟ شاید باید بریم بالاتر. از اینا چه کنش فرمانده نیست؟ به جستجو ادامه بدید. از اینا شا ببخشید من وسط یک کاری هستم. چی؟
ای بابا لینک، خودتی؟ کجا بودی نبودی؟ میبینم که سالم سالم هم هستی به نظر میرسه. این یعنی پرنسس زلدام جاش امنه؟ واقعا خیالم راحت شد. نه خیرم، جاش امنه ایز، اونو گمش کردیم. چی صبر کن ببینم تو تنهایی؟ بله خب صدای پرنسس رو شنیدی که به تو گفته که پاشی بیا اینجا بیایم کمک کنیم دنبالش بگردی؟ من نمیدونم چی بگم، شاید من نمیدونم کاری بکنم، ولی خب من با گیج شدم. ولی خب این به این معنا نیست که این مهم نیست، مهم اینه که بریم اونو پیداش کنیم. چیزی که مهمه اینه که باید جستجوی پرنسس زلدا رو ادامه بدیم. ولی واقعا خوشحال شدم که تو رو دارم میبینم اینجا و میتونی به ما کمک کنی که کارمون رو بهتر انجام بدیم. ما به مشت خبر خوب نیاز داشتیم واقعا. اینجا گلوم خیلی زیاد شده، همین دود قرمز رو میگه و واقعا ما رو خسته کرده، کارمون رو بسیار سخت کرده. ولی خب باید پیشروی کنیم دیگه جورایی. ای کاپتان، پرنسس زلدا اونا شو گوش چی؟ پرنسس زلدا؟ پس حالش خوبه؟ الان پرواز کنم تو آسمونا. دیدی گفتم اشان معلوم بود. چی؟ یعنی چی؟ شما اونو دیدی؟ لیک تو هم دیدی؟ دیدی که پرنسس زلدا یه دفعه تبدیل به نور شد و پرواز کرد رفت؟ درست گفتم؟ واقعا که عجیب بود این اتفاق واقعا یه موقعیت اورژانسی رو برای ما ایجاد کرده. آخه چرا بایستی بدونی که هیچ حرف ما بزنه ول کنه بره؟ اعصابمون خرد کرد. ما بایستی به پرا بریم بگیم که یه همچین اتفاقی افتاده و با چیزی که ما الان دیدیم فکر کنم با عقل جور در بیاد که دیگه اینجا بیخیال بشیم، دیگه اینجا فهمیدیم اینجا نیست. لطفاً برو به پراب بگو که چه اتفاق اینجا افتاده. اسکالمون کرده خانم دوست عزیز. خب ولی فقط راه انداختن این مشکله، باید یه موتور بیاد زیرش، یه تیکه کوچیکی رو بره. به نظرم خیلی جالب میشه با موتور بشه. بایستا اینو انتخاب کن، گربش کن، بعد آره نگهدار بچرخونش. خب بذاری زمین، بعد حالا وقتی که یه موتور هم بیاریم، آره بذار پشتش. همین، بیا اینجا بایستا، آره بگیر، بچرخون، بچسبون پشتش. حالا بپر بالا، بعد اینو بردار. ریدی باچمو خراب نکن، یکم باید ببرنش جلوتر. ببین بدبخت باید لبه‌تر باشه را بیفته یکم. جواب نداد ایده که داشتیم، واقعا مسخره است. خب میذارمش این لبه میپرم روش. برو دیگه تو روحت، تو روحت. بایست زمان رو باید بزنم. برگرد عقب مسخره بازی در بیار. بعد بیایی من رو سوار کنی، بعد بری. نه زیادی رفتی. پسر واقعا که اینو نمیشه اونجا بگیریمش. گندت بزنن، زیادی رفت. خب داریم برمیگردیم به روستا. اون برم یه دونه معبد دیگه است، اونم الان میریم. اونم یه چیز آموزشی دیگه احتمالا. این برای چی؟ خیلی خوبه درا دیستنسش نسبت به چیزی که داره روش اجرا میشه، خیلی خوبه. بریم پیش دختره دیگه. امیدوارم یه معمولیتی بده به اون سمت.
لینک، خب بگو ببینم چیزی اونجا پیدا کردی؟ آره ما اونو دیدیمش پرواز کرد و چی؟ پرنسس خانومو دیدی که توی قصر بود بعدش یه دفعه تبدیل به نور شد و پرواز کرد رفت؟ یعنی چی؟ باید بگم که واقعا داستانه تو همیشه وحشتناک و یعنی وحشیان وایلدن عجیبن شدیدن. ولی خب اگه تو داری به من میگی که اتفاقی که افتاد این بوده من باورت میکنم. ولی به نظر میرسه ما بایستی دیدمون رو به این ماجرا یه تغییراتی روش ایجاد کنیم. حالا که پرنسس خانم پرواز کرده رفته شاید ما بایستی تلاشمون رو بذاریم روی یه کار دیگه و این قضیه آب هیور رو بیشتر بررسی کنیم، ببینیم قضیهش چیه که اینجور رفتیم تو آسمونا. حداقل برای الان من یه چند تا منطقه رو در حال حاضر برای اینکه بگردیم تو ذهنم دارم. شرط منم که اونجا بتونیم سرنخ‌های پیدا کنیم که بفهمیم چرا ملکه پرواز کرده رفته به دنبال کارش. آره تو هنوز اون پروپل تو داره دیگه؟ آره میشه یه لحظه ببینمش؟ یه مقدار زیادی درب داغونش کردی به نظر میرسه، ولی خب کار میکنه. نقشه. خیلی خب بفرمایید. من یادم رفته بود که قبل از اینکه یه نگاهی به نقشه هایرولت بندازم ما باید اول یه سری مپ دیتا بهش اد کنیم، اطلاعات مپ بهش اضافه کنیم تا بتونیم مپتو آپدیت کنیم. و برای این کار ما نیاز به یک اسکای ویو تاور داریم، یعنی برجی که تو آسمونا رو بهمونشون میده. خب جاشا به من بگو ببینم الان وضعیت این برجای دید آسمان اسکای ویو من چیه دقیقاً؟ بذار فکر کنم. همین بالا هست. خب اینا یه سری ساختمون هایی هستن به سمت آسمون ها که اوکی پس فهمیدیم اینا اسکای ویو هستن. اسمشون یه دونم اون بره، دوتا معبد دیگه اون بره در واقع. ولی خب برای رسیدن بهش هنوز داریم روش کار میکنیم، یه سری کارهای روش انجام میدیم. یعنی چی؟ ببخشید لینک، من یه چیز درست کنم توی این رزه بایسا. توی این مدت چرا نمیری که استراحت کنی؟ باید اطمان خیلی خسته باشی. دقیقاً اینجا یه دونه شلتر یا پناهگاه اورژانسی داریم که میتونی بری توش استراحت کنی. اونجا هم رخت خواب ارزون داره، هم آشپزخونه داره. برای این خیلی جای خوبیه برای که بتونی استراحت کنی و دوباره حالت خوب بشه. اگر اطلاعات بیشتر هم خواستی میتونی با من صحبت کنی. برو با اون سرباز صحبت کن بهت کمک بکنه. حله. اگرم به لباس نیاز داری برای سفرهات برو اونجا. جالبه من نزدیک اون اسکای ویو تاور وای میسم که هر وقت اومده بودیم بالا. برو بریم دکی. خب لباس اول برام جالب ببینم قضیه لباس چیه. ببینم قیمت ها چجوریه. سلام علیکم. اوه چه لباسایی. واقعا هوا خوبه امروز. میبینم که اومدی اینجا و این چیزای هایرولی ما رو بخوای بخری، این زره های هایرولی ما رو بخوای بخری. اینا دیزاینش واقعا خفنه و واقعا هم دستکش های خوشتیپی داره. بیا ببینم چی داریم، از کی باید بخریمش. اینجوریه، 130 تا دونه از این چیز پول سبز میخواد. اینه کم 70 تومن صفر پولم. سیب دونه چنده؟ سیب دونه 12 تومن. منم 20 تاش اونجا میکنم. دونه 20 تا دونه بعد بدیم. از این سبزا من پیدا نکردم مثلا بخوام کاری باش بکنم. خب اینا هم گفتیم، فقط بریم ببینیم استراحت کردنم چه جوریه. گفتین سربازه میتونه بهت کمک کنه. بگو استراحت کجا باید بریم. آهای منم، در واس کنید. اینجا اون پناهگاه چیز هست، اورژانسی هست، ما میتونیم بریم اون تو استراحت کنیم. بفرما این پایین میتونی بری توی شلتر بمونی، راحت باش اونجا مثل خونه خودت باشه. برو بریم. امرجنسی شلتر اینجا رو ببین. حالا فعلا اونا نریم که یه دفعه چیه؟ این نقشه هست که دارم با هم دیگه بررسیش میکنن. کجا میتونم بخوابم؟ اینا اینجا میتونم بخوابم؟ بله بخواب تا فردا صبح.
موسیقی هم میزنه. اوه خواب دیدیم. از که جزئی از داستان بود این قضیه. Witness the blood moon's rise. وای برخاستن ماه خونین را ببین. When its red glow shines upon the land. وقتی قرمزیش نورش بر سرزمین ها میتابه، روح‌های اون هیولاهای مرده به حیات برمیگردن، همونجور که در جنگ های بسیار گذشته از دنیا رفته بودن. دنیا یک بار دیگه در خطر تهدیده، پس همه هیولاهای کشتیم برمیگردن با ماه قرمز. ریدیم با این چه خوابی بود آخه. اوه 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 اوه. خب یه سیو هم شد. اوکی بچه ها، به نظر این قسمت رو دیگه همینجا ببندیمش. کلی داستان دیدیم، از آسمان اومدیم پایین و قسمت بعدی هم ادامهش میدیم. خیلی بازی خوبه واقعا. یعنی اصلا میگم خدای امین تو چرا نسخه الان اینجوری که دارم بازیش میکنم، ببین واقعا به نظرم باید یه مقدار خطی بازیش کنیم. میدونی من یعنی نسخه اولش انقدر هر چی رو میدیدم میرفتم سمتش که بازی رو اصلا ول کردم، داشتم همه چیزا رو امتحان میکردم. بد نیست اونجوری، ولی اون باعث میشه بعضی مدت خسته بشه دیگه تمامش نکنه. ولی الان که داریم قشنگ با خطی که خودش میگه، فقط اون چیز جالبی که میبینیم میریم سمتشون، به نظرم خیلی بهتر داره. داستان هی داریم میبینیم، هی اتفاقای جدید میفته، چیزای جدید یاد میگیریم. به هر حال امیدوارم که لذت برده باشید. تا قسمت بعدی که خیلی زود میاد، خدافظ.